بچه فیلتر شکناتون رو خاموش کردیم؟ دیگه میخواست تلاشش رو بکنه. نه فیلتر شکناتون رو خاموش کنیم. چقدر خوب هوا آفتابیه، اصلا عاشق این هم که هوا آفتابیه. میخوای میلو به میخوای میلو به محبوبه نشون بدی؟ بله بله، بذار من این دو شرخم رو قفل کنم، دارم دور تا دور دور بزن. توضیح بده، بگو داستان میلو، تعریف کن. داستان اینجا بهش میگم خودمون میگن میل گنبد. خب میل گنبد این یه تپه‌ای داره با یه خود میدی، تپش 15 متر ارتفاعش، خود میله 55 متر. خب قطر این برج 15 متر از داخلش. پس این چیزی بوده که برجی که بوده شیگه مقبره قابوس تو زمان کیکاووس ابن بوشمگیر ساخته شده. کیکاووس ابن بوشمگیر هم نمیم بیدونی که همون کسی کتابه قابوس نامه رو نوشته بود و اینا ها. دست انجل بشه. کیکاووس ابن بوشمگیر اونه بود که کتاب قابوس نامه رو نوشته بود، یکی از پادشاهان آل زیار بوده. بعد عرضم به خدمتتون این برج، حالا یه عده میگن بابت نماد ساخته بودن که از دور مشخص باشه محل شهر، چون اون زمان آل زیار هم یکی از پادشاهان منطقه‌ای زمان کی نوشته بود دقیقش یادم نیست، یکی از پادشاهان اینجا پایتخت بوده یه زمانی، اون زمانی که اینا بودن. بعد اینو مامان مقبره کیکاووس ابن بوشمگیر ساخته بودن. حالا یه عده میگن یه زمان اینجا قبرش بوده، یعنی قبر که نه، به صورت حالا عرضم به خدمتتون به صورت مومیایی بوده میگن. بعدش که میگن، حالا یه عده میگن زمان مغول ها دزدیده شده رفته. خدمتش مربوط میشه به 375 هجری شمسی ساختش، یعنی 1000 و تقریبا 12 تا 13 سال قدمتش. چند سال پیش هم زمان افکان احمدی نژاد بوده، میگن که 1000 سالگیش بود، یا نمیدونم 1000 خورده سالگیش بود، از طرف یونیسف ثبت جهانی شد بالاخره. آره، اون موقعی که ثبت جهانی نشده بود به این شکل نبوده، کمی خیلی ولتر بود، مثلا اینجور حصار نداشت، دورش ورودی نداشت. الان که اگه دقیقی که ورودیش بسته بوده، فنر زده بودم خاطر این کرونا اینا بسته. این پلکانی که اینجاست به صورت شیبدار میره بالا، میاد اونجا، یه حالت دایره مانند داره، شبیه که پله میخونه میره بالا، میشه تنهای نمیم دور میشستن زمان های قدیمی چیزو نگاه میکنم، مثلا یه پله در حدی پله بشه دایره ماننده. حالا از اون بار که برم بهتر دیده میشه. حالا دایره مانند داره که روبروی در ورودیشه. بعد حالا طرز ساختش اینا، بعد اینجا که پلکان میره بالا یه حالت دایره مانند داره، تو اون دایره مانند یه تو مرکزش یه حالت سنگ سفیده که رو اون سنگ سفید وای میسی مشخص شده است. روی اون سنگ سفید که میری وای میسی، قشنگ حرف که میزنی انگار داخل میل وایسادی حرف میزنی، تو فضای بازی ها. خب الان دقیقا اون در ورودیشه. خب آره اون در ورودیشه، ولی دقیقا روبروی همون در ورودی یه سنگ سفید خیلی جلوتر، تقریبا انتهای همین راه پلکان که تمام میشه، یه سنگ سفیده وای میسی روش حرف میزنی یا با پا ضربه میزنی، صدا قشنگ دوره سرت میشه، صدا خودت میشنوی اینگار که داخل میل وایستادی. حالا این دلیلش چیه، چیزی ساختنش حالا من نفهمم، مثلا این ورتر سنگ این ورتر وای میسی اون خاصیت نداره، دقیقا رو همون سنگ سفید وای میسی. این چیزی که زدن، داربستی که زدن، داربستی هم که زدن چند وقت یه بار این داربستی میزن، الان اون بالای میلش اگه نگاه کنی الان خب خالیه، ولی این چند وقت یه بار در اثر حالا بارون و رطوبتی که اینجا هست
چند وقتی بار علف سبز میشه. این علف ها میگن که الان هم نوعشو گفته بودن تو اینترنت، الان دقیق یادم نیست، یه نوع علف خاصیه که در میاد باعث میگن اگه اینو نکنم باعث تخریبش میشه. به خاطر این چند وقتی بار دارمان آره مثلا اینی که این همه سال مونده، ولی ما علف ها میگن که چون ریشه میکنه میزنه ریشه هاش وقتی بزرگ بشه میزنه اون سنگا رو آجورا رو میخوره میشکونه، میگم واسه تخریبش میشه. به خاطر همین چند وقتی با اینجوری داربست میزنن، هم مرمت هم کندن اون علف ها ضد علف هم مثلا بریزن بالا. دلیل وجودی این تپه هم میگن که البته این که گفتم 15 متر و 55 اینجور که گفته میشه، میگن این کلن همین 72 متری همچی چیزیه. بعد این قسمتی که زیر تپه هم هست میگن جزء پیشه، یعنی زیر این تپه هم هنوز جزء پیش وجود داره. بعد تپه‌ای که وجود داره میگن دلیلش اینه که اینو موقعی که ساخته شد 1000 سال خورده پیش، خب داربست وجود نداشت که بخوام بزنم به این شکل عمودی برم بالا. گفته میشه بعضی جاها این حالت شیب داره، این تپه رو میبینی که اومد پلکان بالا، این به همین شکل این تپه به صورت خاک مثلا هی ساختنش، خاک ریختن دورش رفتن بالا به صورت سطح شیبدار دایره‌ای رفتن بالا تا بالا و ساختن. وقتی تموم شده اون خاکایی که دور بوده رو پخش کردن تا رسیدن به قسمت کفش، و این خاکایی که پخش شده شد به اینم گفته میشه. حالا چقدرش حالا به درسته یا نه نمیدونم. بعد یه پنجره داره اون بالا، نمیم هم اینجا الان تو دید دارینش یا نه؟ دقیقا اونجاست این روبه شرقه که از اون پنجره روزن. آره از اون پنجره آفتاب میتابیده داخل هستم میشه. بعدش اینجا هم که میبینین، اینجایی که الان دارین میبینین، اینجا قدیم شالا ما بچه بودیم حالت باشگاه نمیدونم یه سری چیزا مربوط به دولتی بود اینجا ساخته بودن، این بر همین پارکه ولی بود. بعد که ثبت جهانی شد گفتن که حدود حریم واسه برج تعیین کردن، گفتن تا یه حدود حریم باید کلا باید آزاد باشه. این شد که اینجاهایی که قبلا ساخته بودن تخریب شد، یه مدت به صورت سنگی بود که مشابه این آلاچیقایی که اینجا هست، اینجا شبای عید اینجا آلاچیق خوان میشد، حالت بازار پیدا کرده بود واسه ترکمن ها میامدن اینجا آلاچیق میزدن و حالت بازار بود. عیدا کسی هایی که میامدن واسه چه جالب بود، هم آلاچیق میزدن هم آلاچیق عکاسی بود، چیز ترکمنی بود اینجا بود. ولی خب فعلا که این شکلیش کردن و کاربردش قرار چی باشه من خودم هم نمیدونم. امسال که عیدش عیدی نشد که معلوم بشه چی میخواد بشه. مکانی که هستیم پارک اسمش باغ ملیه، پارکشو میگم باغ ملی، برجم که میگم برج کاووس یا باغ ملی گنبد. از این شونه ها باشم، از این شونه کنم قبلا هم بود. بعد دیگه سوال دیگه هست مدر خدمت. این شونه رو برای چی گذاشتم؟ اگه مثلا مولی اینجا گنبد چونه چیزیست داره، چونه فرش قالیه. میدونم گنبد شهر فرش ترکمنی ثبت شده، مبدع فرش ترکمن هم خاطر همین اون چونه هم نماد فرش گفتی ترکمن. جای میله گنبد دقیقا نقش خیابون اصلیه، اینجا خیابون اصلی میمونه، این خود میله گنبد. اینجا هم اینجا هم که موزه فرش گنبد، همین فرش ترکم هم کسر شده، اینجا موزه فرش که بسته است در دیده کرونا. چقدر دوست دارم برم یه بار اینجا رو که مثلا بیام ببینم موزه فرش. بعد این ور که میریم شهر از این ور ادامه داره، میرسه به یه میدون، بعد اون میدون رودخونه گرگان روده، بعد اون این دفعه اشتباه نگفتم گرگان روده، بعدش که گلستان پارسال که گنبد سیل اومده بود همینجا بود، اینجا رودخونه همین گرگان رود طغیان کرده بود تقریبا تا همین جاها،
تو خیابون آب بود، یه ذره پایین‌تر با قایق بلند تو شهر رفت و آمد کردم. بعد هر چقدر هر چقدر به اون سمت که به اون سمت بری، این خیابون کلن میرسه جاده میشه، بعد جاده هم میرسه مرز ترکمنستان، این چه برو میشه. چی میخواستی بپرسی؟ مثلا بپرسیدم موقعی که سیل اومد مثلا اینجا موزه بود، آسیبی مثلا نرسید یا به همون مثلا برج و اینا؟ نه آب که برش که ماشالله بالا تا فعلا توی چند سال مدارشت و جوون مونده، ولی موزه و اطلاعی ندارم حداقلش به واسه افتادیانه، ولی خب ساختمونه نموساز بالا هم پله میخوره میره بالا اون صورت چیده میشه. گنبد هم معمولا یه جوری میسازن که اگه بخوان قشنگ بسازن یه جوری میسازن یه چند تا پله بخوره بره بالا خونه هاشو، این داستان ها نخورن. ولی خب داره دیگه بافته قدیم، الان مغازه ها رو اگه نگاه کنی مغازه ها همه هم سطح خیابونه، خاطر همه اکسانه یه بارونی سیلی که میاد کلا تو خونه ها یه سری مغازه ها میسنه. اون بارم که خونه ها چون همه چیز بود نزدیک رودخونه بودن خواسته شون توی آب رفتم. هم این همون مغازه‌ای بود اون روز رد شدم گفتم اینجا فرش ترکمن داره فروشگاه. آها، این روز تعطیل بود. چقدر قشنگه این فرشا. نه طرحهای فرش ترکمن حالا